همساله از روز جهانی ایدز در سرتاسر جهان بزرگداشت به عمل می آید. هدف این است تا بیشتر جهانیان راجع به خطرات ناشی از این ویروس و راه‌های جلوگیری و راه‌های سرایت آن به سایر افراد مطلع شوند. اما سوال اینجاست که ویروس HIV چیست و چطور عمل می کند؟ ایدز یک مریضی ویروسی، البته خود کلمه ایدز از Acquired Immune Deficiency Syndrome گرفته شده. این یک مریضی نه، بلکه یک سندروم است که میتونه تمام سیستم های بدن یک شخص را مصاب بسازه. توسط ویروس به نام HIV یا Human Insufficiency Virus، ویروسی که مستقیماً سیستم دفاعی عضویت یک شخص را مصاب میسازه و در سیستم دفاعی عضویت شخص مستقیماً ویروس حمله میکنه بالای کرویات سفید خون، از جمله 5-9 کرویات سفید خون. ای بیشتر مایل است که لنفوسیت ها که رول بسیار اساسی را در سیستم دفاعی عضویت یک شخص بازی میکنه، او را ای صدمه وارد میکنه، مصدوم میسازه و به حد زیاد سیستم دفاعی عضویت پایین میاره. سیستم ایمنی وقتی در یک سقوط کامل قرار گرفت، بدن در مقابل امراض دیگر، بیماری های دیگر مثل سرطان ها و باکتری ها و ویروس هایی که در بدن انسان وجود داره مقابله کرده نمیتونه. در نتیجه شخص بعد از به وجود آمدن ایدز از بین میره. عامل این بیماری HIV هست، یک نوع ویروسه به نام Human Immunodeficiency Virus که این ویروس سیستم ایمنی را سقوط میده، باعث پایین آمدن سطوح CD4 میشه که از خود 4 گرد داره. WHO یا سازمان صحی جهان و CDC همچنان به 4 درجه تقسیم کردن. همیشه این رفتارهای نادرست بشر بوده است که باعث به وجود آمدن انواع بیماری ها شده است و بیماری ایدز و ویروس HIV نیز ثمره این گونه رفتارهای جنسی غلط بشر بوده است. دلیل مصاب شدن به بیماری ایدز یکی بی‌احتیاطی و بی‌بندوباری جنسی در درجه اول که متأسفانه در کشورهای غیر اسلامی بیشتر رواج داره این مسئله و دچار معضل شده. میتونه از طریق لعاب دهن انتقال بکنه، میتونه از طریق افرازات واژن انتقال بکنه، میتونه که از طریق افرازات مردانه انتقال بکنه و انتقال از طریق خون که میتونه سرنج باشه یا میتونه به اصطلاح ترانسپلانت خون باشه یا دریافت خون از یک شخص در شخص دیگه و از مادر به طفل در جریان حاملگی، در جریان زایمان و در جریان شیردهی میتونه بیماری انتقال بکنه. در صورتی که استفاده درست از سرنج ها و از مواد تزریقاتی آلوده، اگر اینا آلوده باشن و پاک نباشن، اینا میتونن که انتقال بدن، که زیادتر این پیش اشخاصی که معتاد به مواد مخدر هستن و اونا از یک سرنج دیسپوزیبل یا سرنجی که یک بار مصرف است، اینا چندین مرتبه و بر چندین شخص استفاده میکنن. در صورتی که شخص مصاب باشه، میتونه اشخاص صحتمند هم ای مصاب بسازه. نکاتی که روابط اجتماعی باشه، در جاهایی که در آغوش بگیرن انسان ها را، لمس بکنن در یک جای، در فضا، در یک نقطه، در یک مکان با هم غذا بخورن و لمس کردن دروازه ها یا راه های عمومی، اینا را به انسان به اسم مبتلا نمی سازن و مردم و کسانی که آگاهی دارن و کسانی که میخواین آگاه شوند را متوجه باشن که از این طریقه ها نمیتونن انسان به ایدز مبتلا شوند. بیماری ایدز یا همان سندروم نقص ایمنی اکتسابی توسط ویروس HIV سلول‌های ایمنی بدن بیمار را ضعیف نموده و باعث تأثیرگذاری بر روی گلبول‌های سفید خون و لنفوسیت‌ها شده و این روند مبارزه با عفونت‌ها را دچار اختلال می‌کند و مشکلات متعددی را برای بیمار به وجود می‌آورد. علائم و نشانه‌های مرض ایدز در سه مرحله
تقسیم بندی بشه. یک مرحله ابتدایی داره که به نام اکیوت میگن و یک مرحله نهفتگی داره. در مرحله ابتدایی آنقدر مرض جدی و زیاد زمانگیر نیست، یعنی تنها به شکل یک مشخصه ها و نشانه ها و اعراض و علائم آنفلانزا پیدا میکنه. شخص ریزش داره، یک سردردی ها و حدسه، آب دماغ، آب چشم، اینا جاری میشن و کمی آزاردهنده و خسته کننده از شخص است و این مرحله از تا 6 ماه بیشتر دوام نمیکنه. اما وقتی میایم در مرحله نهفتگی، مرحله نهفتگی یک مرحله حساسی است که مرض به طور تقریبا خفته و خوابیده سیر میکنه، که یک مرحله خیلی حساس است و این به تقریبا به 3 کاتگوری تقسیم میشن، از 3 سال تا 20 سال ادامه پیدا میکنه و به طور میانگین حتی گفته شدن در بعضی کتاب ها تا 8 سال و این مرحله ادامه پیدا میکنه، که بعدا در مرحله سوم که میشه خود مرحله ایدز است. خود مرحله ایدز است که او زمان شخص تقریبا بگویم که عمری برای زندگی ندارن و متاسفانه کسایی که درگیر این مرض میشن بیشتر عمر اینا از 25 سالگی تا 35 سالگی زندگی را از دست میدن. طوری که قبلا برای شما من ذکر کردم که این ویروس مستقیما سیستم دفاعی عضویت مصاب میسازه، در ابتدا چون سیستم دفاعی هم تا حد زیاد میتونه که مقابله بکنه با این ویروس، در ابتدا شخص مصاب HIV یا AIDS شاید هیچ گونه تظاهرات کلینیکی نداشته باشه. از همین خاطر میتونه که یک ناقل صحتمندی باشه که هنوز این تظاهرات پیشش به وجود نامده، ای به یک مرکز صحی مراجعه نکرده و هنوز حتی خودش آگاه نیست که مصاب ویروس HIV است. تظاهرات کلینیکی و یا اعراض علائم و دریافت های ما پیش یک مریض ارتباط مستقیم به سیستم دفاعی عضویت و تخریب لنفوسیت ها داره. زمانی که تعداد زیادی از لنفوسیت ها در اثر ویروس HIV تخریب میشن، در 3 مرحله تظاهرات کلینیکی یا دریافت های ما پیش مریض مشخص میشه. در مراحل اول که سیستم دفاعی ما متضرر شده، شاید پیش مریض خستگی، کسالت، بیحالی، گاهی گرفتگی و یکان تب های ابتدایی و یکان لرزه ها به اشتیایی پیش مریض به وجود میاد. وقتی که سیستم دفاعی ما بیشتر متضرر میشه، این تظاهراتی که بر شما ذکر کردم اینا شدیدتر میشن. شخص ممکن است که زود چون سیستم دفاعی پایین است، ای دیگر انتانات و دیگر ویروس ها هم میتونن که ای را وضعیتش خرابتر بسازن. یعنی که یک شخص مصاب HIV چون سیستم معافیتی پایین دارد، در دیگر مریضی ها بسیار زود مریض میشه، از تب شدید شکایت میکنن، به اشتیایی پیش اینا زیاد میشه، خستگی و کفتگی عضلات پیشان به وجود میاد، ناتوانی جسمی و در مرحله سوم ذوب عضلی پیش اشخاص به وجود میاد. چون معافیت پایین است و شخص درگیر دیگر ویروس ها و باکتری ها و انتانات دیگه میشن، آیسته آیسته اینا پیشان ذوب عضلی، درد استخوان، درد عضلات، به اشتیایی، تب های متکرر و دوامدار پیش اینا به وجود میاد. در این مرحله متاسفانه اگر ما یک اسکرینینگ درست داشته باشیم، بتونیم که مریضا را این معاینه را پیشان انجام بدیم، ما میتونیم در مراحل اول نظر به دریافتای کلینیکی ما شخص را تشخیص بکنیم و در اون وقت اقدامات ما خیلی موثر است، چون که سیستم دفاعی عضویت تا هنوز زیاد متضرر نشده. یک تعداد دواها و یک تعداد ادویه سابلمنتی که ما داریم میتونه که برای شخص کمک بکنه. کسایی که مصاب به این مرض میشن، یکی از راه‌هایی که خیلی مهم برای سلامت و ادامه زندگی اینا هست، تقویت روحی روانی هست. ما باید از نگاه روحی اینا رو تقویت بکنیم. یک. دومن داروهای هستن که به خاطر نه که کاملا این مرض ریشه کن بکنه، ولی از فعالیت همین ویروسی که در خون وجود داره و سیستم دفاعی بدن را زیر تاثیر خود قرار داده است، فعالیت اینا جلوگیری میکنن تا یک حدی را، نه در حد 100%. برای بسیاری از بیماری هایی که بشر باعث ایجاد آن بوده و سالها بشر را تهدید کرده و قربانی گرفته است، راه درمان کشف شده است، مانند ویروس کرونا که جهان را درنوردید و قربانیان بسیاری گرفت. اما برای درمان ویروس HIV تا کنون واکسن خاصی کشف نشده است و پزشکان وقایه را بهترین راه فرار از این بیماری خطرناک دانستند.
بهترین چیز وقایه است. حتی ما شما داریم که علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. ما باید تلاش بکنیم که مریضا اسکرینینگ شوند و اینا پیدا شوند و اینا رو دریافت بکنیم و اشخاص مصاب باید اونا تجرید شوند، از اشخاص صحتمند اینا جدا شوند، که بهترین راه وقایه است که شخص متوجه اعمال و برخوردهای خودش باشه. ای ایدز متاسفانه در کشورهای غیر اسلامی واقعاتش فوق‌العاده زیاد است. اونجا اشخاص ملتی پارتینر هستن، یعنی چندین شریک جنسی دارن و اونا متوجه هم نیستن که اینا واقعا ایچ آی وی را دارن یا ندارن. که ما در شروع براتون گفتم که زیادتر از طریق مقاربت و از طریق مسائل جنسی انتقال میکنه. اگر شخص متوجهی باشه و طرف مقابلش بشناسه، خوشبختانه در اسلام بحث خیلی کم است که اول خوش اشخاصی که ازدواج میکنن معایناتشون انجام میتن، که در کشورهای اسلامی که کم مترقی هستن زیاد مطرح هست. در کشور افغانستان متاسفانه هنوز هم زیاد رواج نداره که قبل از ازدواج باید معایناتشون انجام بتن. ما یک تعداد امراض ساری داریم که اونا باید شناسایی شون. خطرناکترینشان اچ آی وی است، همچنان زردی اچ بی اس ما داریم، اچ سی وی را ما داریم، اچ ای وی را داریم، اچ دی وی را داریم که اینا هم امراض ویروسی هستند که اینا هم کشنده هستند. اگر ما یک معاینات قبل از ازدواج داشته باشیم، وقتی دو جوان اینا میخواین ازدواج بکنن، اگر معاینات تکمیل شود، این در وقایه خیلی خوب است. و ما تلاش بکنیم جامعه را آگاه بسازیم که از زرقیات خودسر استفاده نکنن و اشخاص معتاد باید تداوی شوند. و همچنان بعض کارهایی که انجام میشه فعلا که در افغانستان هم زیاد رواج نداره، خالکوبی ها و تتو اینا هم میتونن که اگر وسایلشان آلوده باشه، و حتی سلمانی ها هم اگر متوجه نباشن توجه نکنن، اونها هم میتونن که با تیغ و با قیچی و با اینا اگر او آلوده شده باشه و طرف مقابل هم با او وخزه شده یا اولسر یا زخم به وجود بیاد، از طریق هم میتونه که این ویروس داخل عضویت شخص شوه. و مادری که مصاب است او به هیچ عنوان اجازه نداره که طفلش شیر بده، چرا که این ویروس میتونه که از طریق شیر مادرم انتقال بکنه. به خاطر جلوگیری از ازدیاد مصابین اچ آی وی، بهترین پروسه وقایه یا پیشگیری از ایستا که ما باید وقایه بکنیم و شناسایی بکنیم اشخاص و دوری بکنیم از چیزایی که برای ما اسلام فرموده. راه حل و درمان بیماری ایدز زودتر تشخیص شدنش هست. وقتی بیمار زود تشخیص بشه و ویروس در بدن بیمار تکثیر زیاد نکنه، او وقت درمان بهتر و نتیجه بهتر میگیره. تحقیقات نشان داده است که برای اولین بار مرض ایدز از آمریکا برخاسته است، بعد به سایر کشورها انتقال یافته است و بسیاری از کشورهایی که میزان بی‌بندوباری جنسی و روابط نامشروع زیاد است، میزان مبتلایان به این مرض نیز گسترده است. البته در سال 1920 اولین بار در شهر کیناشا این پدیده به وجود آمد و مردم به خاطر سفر از خط ریل استفاده میکردند، از یک شهر به شهر دیگه میرفتند و مردم آن محل از تنفروشی استفاده میکردند با هم دیگر. این تنفروشی باعث شد که امی مرض گسترش بده، این مرض وسعت بده. بالاخره شهر کیسانیکان و موجی مابا هم مبتلا شد و در سال 1980 شهر در سال 1980 که آمریکا به این مرض مبتلا شد و بعد از آمریکا به تمام نقطه‌های کره زمین انتقال یافت و وسعت یافت. متاسفانه کشورهای زیادی درگیر مرض ایدز است که بسیار نگران کننده است و حتی به فیصدی خیلی بالایی بعضی کشورها درگیر است. خصوصا چند کشوری را که من پیش خود یادداشت دارم، واقعا خیلی دردآور است وقتی آمار اینها را میخوانیم و علتهایی که چرا اینا درگیر شده را میخوانیم. یکی سوئیزلند است که 27.73% نفوذشان درگیر این مرض است، که خیلی یک نفوذ زیاد و چشمگیری است که میتونه سال به سال این زیادتر شده بره و صحت یک جامعه بزرگ یک کشور را چه میکنه به خطر میندازه. دیگر کشوری که از بوتسوانا است
بوتسوانا یکی از کشورهایی است که 25.16% نفوذشان درگیر است و کشور سوم لیسبوتو هست که 23.39% نفوذشان درگیر این مرض است. واقعا خیلی خیلی آزاردهنده و قابل تأمل است. کشور چهارم آفریقای جنوبی و در آفریقای جنوبی 18.92% نفوذشان و کشور پنجم زیمبابوه هست که 16.47% و یک کشوری که بنام ششمش زامبیا 12.37% نفوذشان درگیری مرض است. و متاسفانه ای که چه باعث شده این کشورها به این فیصدی بالا درگیری مرض باشند، علتهای متفاوت و زیاده هست که از عده آنها یکی قرابت‌های جنسی غیر محافظت شده هست، یک دومن قوانین صحیح درست آن کشورها نه تطبیق میشه و نه مراعات میشه، آگاهی های اجتماعی خانوادگی کم است متاسفانه. در خانواده ها در باره افراد جوان خانواده معلومات صحیح در مورد داده نشده و یا هم اگر داده شده مردم پیش گوش نداده. متاسفانه در بیرون این کشورهایی که درگیر شدند از قوانین صحی در بخش غذا و دارو و استفاده دارو اینا استفاده نمی کنند و سطح اشخاص بلگرد در این کشورها خیلی زیاد هست و یکی از علتهایش این هست. ما در تمام دنیا در تمام کشورها همه کشورها اصول اخلاقی دارند. متاسفانه پرامیسکیوتی یا بی بندوباری اخلاقی و جنسی در هر کشور میتونه فرد دچار آسیب جدی در جامعه و در محیط قرار بده. طبیعتاً کشورهایی که بی بندوباری جنسی اونجا زیاد هست و سطح فرهنگ و سطح سواد پایینه، اونا بیشتر آسیب میبینن. دین اسلام برای تمامی ابعاد زندگی بشر برنامه جامع و کاملی را 1400 سال قبل ارائه کرده است. در دین اسلام و در جوامع اسلامی بسیاری از روابط غلط و جنجال برانگیز که باعث و سرمنشه همه این نوع بیماری هاست ممنوع اعلام شده است و بدین دلیل است که میزان شیوع بیماری هایی که نشأت گرفته از روابط جنسی نامشروع می باشد به شدت پایین است. اسلام دینی کامل است که در هر بخش برنامه داره، در بخش صحت برنامه داره، در بخش تعلیم برنامه داره، در بخش اقتصاد برنامه داره. اگر ما دستورات اسلامی را مراعات بکنیم با آسانی ما گرفتار ویروس HIV نمیشیم. بحث نکاح کردن و بحث ای که اسلام زنا را یا رابطه های غیر مشروع را حرام دانسته، ای خودش واضح بیانگر ایسته که شخص با آسانی گرفتار نمیشه به این مرض HIV. اگر کمک توجه شوه و قبل از ازدواج معاینات لازمه انجام شوه، شخص مصاب شناسایی میشه و طرف مقابل هم گرفتار ویروس کشنده HIV نمیشه. دین اسلام یک دین رحمت، شفقت، مهربانی هست که در دین اسلام تمام کسانی که زندگی میکنن از لحاظ بهداشتی تمام نکات را مراعات میکنن. ما میتونیم دقیقا یادآور شویم یک مرد میتونه که با 4 خانم ارتباط داشته باشه و یک خانم میتونه که با یک مرد ارتباط داشته باشه. یک خانم نمیتونه که با 4 مرد ارتباط داشته باشه. چرا؟ این اسلام منع کرده و اسلام چیزی را که بسیار برای همه مسلمان جهان مقید ساخته نکاح. در نکاح را مشخص کرده که شخص باید نکاح کنه، مشخص شوه که 4 تا هست، 1 تا هست، 2 هست، 3 هست، مشخص شوه که بعد از این شما اجازه ندارین. اما در کشورهای اروپایی یا در کشورهایی که اسلام نیست، اینا میتونن یک مرد با چندین خانم و یک خانم با چندین مرد زمانی که ارتباط جنسی را برقرار میکنن، این ارتباط جنسی مقاربت های جنسی را میکروب هایی که دارن به وجود میان از اینا و این باعث میشن که HIV در سراسر از همان منطقه یا همان جایی که امی ارتباط برقرار میشن افزایش پیدا بکنند، که در جهان اسلام این زمینه منع هست و حرام دانسته که نباید یک
شخص با چندین خانم ارتباط داشته باشند. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا در سطح جهان توجه همه مجامع علمی و پزشکی را به خود جلب کرد و تمام تلاش ها منجر به کشف واکسن های ضد ویروس کرونا شد و توجه جهانیان به ویروس HIV و بیماری کشنده ایدز که جان میلیون ها انسان را تهدید می کند کمرنگ شد و این باعث نگرانی گسترده سازمان جهانی صحت گشت و اعلام نمود که اگر توجه جدی به ویروس HIV و وضعیت مبتلایان به این ویروس صورت نگیرد تا سال 2030 میلادی بیشتر از 50% از این افراد جانهایشان را از دست خواهند داد.